دوستان عزیز، قبل از اینکه به شروع مطلب خود ادامه بدهیم یا بپردازیم، میخوایم که ویدئویی را که ما خدمت شما میگذاریم هم او را لایک کنید و هم مشترک شوید در ویدئوهای ما. سلام دوستان عزیز، خدا کنه که جور و صحت و سر حال باشید. با امید از اینکه جور و صحت مند باشید، امروز میخوایم در مورد بوی بد کفش یا بوت برای شما معلومات چند ارائه نمایم. خدا کنه که مورد توجهتان قرار بگیرد. باکتری هایی که در محیط مرطوب و تاریک رشد میکنند باعث ایجاد بوی بد در پاها میشوند. لذا برای جلوگیری و از بین بردن بوی بد پاها و کفش ها، جلو رشد و تکثر این باکتری ها را بگیرید. در قدم اول کفش ها و پاهایتان را تمیز نگه دارید و کفش ها را در هوای آزاد قرار دهید تا بوی بد نگیرد. مرحله دوم، بیرون و داخل کفش هایتان را با مواد شوینده بشویید. مرحله سوم، شب داخل کفش هایتان را کمک پولی داخل کفش هایتان یا بوت هایتان بریزید. فردا قبل از پوشیدن کفش هایتان را بتکانید تا پودر از او بریزد. سپس کفش هایتان را بپوشید که برای از بین بردن بوی بد کفش ها کمک میکنه برتان. اگر قسم نمیتانید، داخل جرابایتان یک کمک پولی بریزید و داخل بوتتان قرار بدهید تا بوت شما کثیف نشوه. میتانید به هر دو طریق از او استفاده نمایید. مرحله بعدی، پاهایتان را با صابون بشویید. امگام ششتن دقت کنید تا لای انگشت پاهایتان نیز به خوبی تمیز شوند. بعدن پاها را کاملا با پارچه خوش کنید. مرحله بعدی، هر وقت بوتهایتان را می پوشید حتما جراب بپوشید که عرق پا را جذب کند، مثل جراب های نخی. جراب پلاستیکی و یا لینینی نپوشید، زیرا که عرق پا را به خود نمی گیرد. مرحله بعدی، برای از بین بردن بوی بد بوتهایتان می توانید از اخبار میگین، روزنامه میگین هم استفاده کنید. اما طوری که اشاره کردیم، یکی از دلایل بوی بد نامطلوب بود رطوبت است که شما پس از هر بار استفاده از بود می توانید یک اخبار را گلوله کرده و داخل بودتان بگذارید تا او اخبار رطوبت از بود بر خود جذب کند و برای استفاده مجددتان آماده. مرحله بعدی دیگر، برای از بین بردن این محیط باکتریا و بوی، استفاده از محلول سرکه و آب استفاده کنید که این دو محلول را به قسمت مساویانه مخلوط کرده و سپس با یک اسپری به داخل بوتهایتان را بشویید. الا مدت خشک شدن بوتهایتان را در هوای آزاد مانده شود باید. مرحله دیگر، پس از استفاده از چای پاکتی که شما استفاده میکنید، او را دور نیندازید، چرا که برای از بین بردن بوی بد کف بسیار مفید است. بعد از استفاده پاکت های چای را خوب بشویید که خشک شود. هر وقت که احساس کردید که کفش های شما بوی می دهد، یک یا دو عدد آن را از طرف شب داخل بوت خود بگذارید و روز بعدی خبر از بوی بد نخواهید بود. مرحله آخر، ما استفاده از پوست لیمو یا نارنج می باشد. وقتی که از نارنج یا لیموی که شما استفاده کرده باشید با کمانده زور دور نندازید، او را می توانید که داخل بوتایتان قرار بدهید و او هم کمک میکند و خاطر بوی بد کفش هایتان. دوستان عزیزی بود معلوماتی که در مورد بوی بد کفش ها برای شما ارائه نمودیم. خدا کنه که مورد توجهتان قرار بگیرد. تا ویدئوی بعدی، تک تک شما را به خداوند یک طول عزال میسپارم. شب و روزتان خوش. خدا حافظ.
Thank you.